در پی کشته شدن یک جوان طی یک نزا و درگیری دست جمعی در شهرستان میبود روز جمعه دهم ده آذر ماه شمار کثیری از شهروندان میبودی در اعتراض به کشته شدن او به خیابان ها آمدن و جو شهر امنیتی گزارش شده است یک مقام ارشد امنیتی استان یزد گفته که قاتل از اتباع خارجی است و بازداشت شده است با هم گزارش علی اکبری را ببینیم به دنبال کشته شدن یک جوان 17 ساله ایرانی شرایط برای مهاجران افغانستانی در این شهر دشوار شده است بر اساس اخبار دریافتی متهم از شهروندان افغانستان است و در شهرک مهاجرین یزد زندگی می کند در پی یک نزا در منطقه میبو شهر یزد که پنج شنبه شب صورت گرفت یک جوان 17 ساله ایرانی کشته شد برخی منابع محلی هویت این نوجوان را امیر رضا آقایی اعلام کرده و نوشتند که او در یک درگیری خیابانی توسط یک تبع افغانستانی و بر اثر عوارض ناشی از اصابت چاقو کشته شده است رسانه های ایران به نقل از علی اکبر عزیزی معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد گزارش دادند که قاتل از اطباع خارجی است و در آزاد شهر یزد از دستگیر شده است دادستان می بود و مقام های محلی در تلاش برای آرام کردن اوضاع به مردم گفتند پاسپورت ویژه برای رسیدگی به پرونده تعیین شده است مسئولان قضایی گفتند متهم اصلی و یک نفر دیگر دستگیر شدند جمال سجادی پور فرماندار میبود این جزئیات را هم در گفتگو با تلویزیون محلی میبود و هم در جمع خبرنگاران تشریح کرد او گفت که دو متهم شناسایی شدند که متهم اصلی در یکی از محله های شهر یزد مخفی شده بود مجید بهارستانی شهردار میبود به فراز گفته بر اساس مصوبه شورای تامین شهرستان که شب گذشته برگزار شده قرار است مسیر جداگانه ای برای مهمان شهر اطبا باز شود به گفته مجید بهارستانی مردم میبود از مدت ها پیش خواهان اخراج اطباء خارجی بودند او همچنین گفته دوازده هزار طبعه افغانستانی در میبود ساکن هستند و این به غیر کسانی است که او مهاجر غیر قانونی توصیف کرده است. بر اساس تصاویر منتشر شده رسانه شدن این درگیری باعث شده که گروهی از مردم به شهرک مهاجران حمله کنند. این تصاویر نشان می دهد که برخی خانه ها آتش گرفتند. ظاهرا حجوم جمعیت خشمگین به محل سکونت مهاجران در این شهرک به درگیری با پلیس ایران انجامیده است بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی که گفته می شود مربوط به مراسم نماز جمعه دهم آذر در میبود بوده خشم و اعتراض مردم قابل مشاهده است برخی کاربران شبکه های اجتماعی نوشتند که در این مراسم معترضان به امام جمعه فرماندار و فرمانده ی سپاه شهر حمله کردند اخیرا در پی افزایش جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران رخدادهای مشابهی در شهرهای مختلف ایران گزارش شده است که شهروندان ایرانی خواهان اخراج مهاجران افغانستانی میشوند